أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حضار گرامی، شخصیت های علمی و سیاسی حاضر در این محفل، مردم مسلمان و متدین، بزرگان، جوانان، خواهران و برادران عزیزی که در مراسم عاشورای حسینی اشتراک کرده اید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز عاشورای حسینی است، روز حماسه جاویدانی که تا دامنه قیامت موج ایجاد کرده است و هر سال بیداری می آفریند. حدیث از پیامبر گرامی اسلام است که می فرماید: حسین منی و انا من حسین. حسین از من است و من از حسینم. یعنی حسین و پیامبر جان هم دیگرن و یک ماهیتن، همچنانی که اسلام جاودانه هست، مکتب اسلام جاودانه هست، رسول الله نام مبارکش جاودانه هست، حسین هم که جان رسول الله و پاره جگر رسول گرامی اسلام است، نامش، نهضتش، آرمانش جاودانه است. حسین علیه السلام نه تنها در میان مسلمانان جهان، بلکه در میان همه آزادی خواهان جهان جایگاه خودش را دارد. همچنانی که اسلام تنها برای مسلمانان نیست، بلکه رحمت برای تمام عالمیان هست. یک مرتبه هست که تمام عالمیان مسلمان می شوند و اسلام دین واحد بشر می شود. این سر جای خودش، اگر روزی مطابق وعده خداوند که فرمود: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند این نوید را داده است که پیامبرش را با دین خدا، با کتاب آسمانی در میان بشریت فرستاد تا این دین را بر همه ادیان غلبه دهد، برخلاف نظر و برداشت و آرزوی مشرکان و دشمنان. و اگر روزی این کره خاکی به دین واحد الهی که ان دین عند الله الاسلام هست میرسن، که میرسن انشاءالله که در آخر زمان، این امید هست. اما الزاماً به اون معنا نیست که ما در جامعه هایی که زندگی میکنیم همه مسلمان باشن، چنانچه که امروز ما در جهان میبینیم ادیان متفاوت و مختلف در جهان هست. اسلام رحمت برای همگان است. نظامی که اسلام آورده هست تنها راحتی و صلاح و فلاح را برای مسلمین نمیخواهد، بلکه برای تمام جهانیان میخواهد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر را میگه که ما نفرستادیم تو را مگر اینکه رحمت برای تمام عالمیان باشی. در یک جامعه ای که هستیم، چه در یک کشوری یا چه در یک منطقه یا در سطح جهان، نظام اسلامی برای همه جهانیان باید رحمت باشد.
چه مسلمان چه غیر مسلمان. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هنگامی که مالک اشتر را به حیث والی و نماینده خود در مصر می فرستاد، یک دستور العملی بسیار جامعی برایش نوشته کرد، نامه مالک اشتر یک اساسنامه برای یک حکومت اسلامی است که فرصت تشریح فقرات زیادی از او را نداریم و فقط یک جمله را می خواهم از این دستور العمل زیبای علی نقل کنم که دلالت می کند بر این که اسلام رحمت برای همگان است، نه تنها برای مسلمانان. علی میگه کسانی را که تو بر او حکومت میکنی در مصر، مالک را میگه اما اخ لک فی الدین و اما شریک لک فی الخلق، اونها یا کسانی هستند که برادران دینی تو هستند که در دیانت با تو شریکن، و یا اینکه اگر مسلمان نیستند در خلقت انسانی با تو شریک است، هم نوع دوست، با همه ایشان رفتار مهربانانه و عادلانه داشته باش. این برداشت یکی از ائمه جهان اسلام و برداشت یکی از یاران پیامبر و امام بزرگوار جهان اسلام است، از اسلام. پس ما باید اسلام را از روی سنت پیامبر و ائمه اطهار و اصحاب راستین پیامبر بشناسیم. اینی که شعار بدهیم که با همه جهانیان غیر اسلام ما دشمن هستیم، این شعار در حقیقت در تضاد با آموزه های اسلام است. اسلام نظریات خود را، برنامه های خودش را ترویج می کند از راه مسالمت آمیز با علم و حکمت و منطق، اما هیچ گاهی تحمیل بر دیگران نمی کند و دیگران را باش اعلام خصومت نمی کند. ما آیات را نقل می کنیم برای شما که از قرآن کریم، که دلالت می کند بر این که اسلام به انسانیت ارزش قائل است. قطع نظر از این که مسلمان جای خودش را دارد، و اما در برخورد با قضایای حقوقی و زندگی در یک نظام همگان اهل احترامند. قرآن کریم می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. قرآن میگه ما گرامی داشتیم، ارج گذاشتیم فرزندان آدم را، و حملناهم فی البر و البحر، ما او را در صحراها و در دریاها بر کشتیها و چهارپایان سوار کردیم، و رزقناهم من الطیبات، ما اونها را از پاکیزه های این زمین روزی دادیم، بهترین غذاهای دنیا را در اختیارشان قرار دادیم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما او را بر بسیاری از موجودات جهان برتری دادیم. یعنی انسانیت خودش معیار کرامت و ارزش است. اینجا تنها قید نمی کنه قرآن اگر کسی مسلمان بود احترام داره، اگر نبود احترام نداره، نه خیر. انسان من حیث انسان کرامت انسانی داره. خب برداشت هایی را که اندیشمندان اسلامی از همین اسلام و قرآن کرده اند، ما باید اونها را معیار زندگی قرار بدهیم. یکی از دانشمندان و اسلام شناسان تاریخ اسلام سعدی شیرازی است.
او برداشت که از اسلام کرده هست، او برداشت که از دین مبین اسلام کرده است، به عنوان زیباترین کلمه جهان عرضه کرده است که امروز همه جهانیان او را پسندیده است. یعنی ما باید کار بکنیم که موجب آبروی اسلام باشیم با برداشت صحیح اسلام. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این رباعی را سعدی صدها سال پیش گفته است، اما این رباعی امروز بر بالای دروازه ملل متحد در نیویورک نوشته شده است. یعنی دنیا پالیدن کلمه زیباتر از این کلمه نیافتن که سعدی گفته است او را بر سر دروازه ملل متحد نوشتن. این افتخار اسلام است. اگر ما اسلام را درست بشناسیم و بخواهیم درست تحلیل بکنیم، اسلام مسالمت آمیزترین دین و آگاهی بخشترین دین درباره حقیقت انسان و اجتماع است. راه های وحدت بشر را، یگانگی بشر را تعیین میکنند. قل تعالوا، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله. بگو ای پیامبر به اهل کتاب، به یهود، به نصارا، به دیگر فرقی که اهل کتاب است، بیایین که ما به یک کلمه مشترک تفاهم کنیم، مشترکات پیدا کنیم دیگه، که همه ما شما بنده یک خدا هست. ببینید که اسلام پیامبرش را دعوت میکنه به یکی که با بشریت سر مشترکات تکیه کنیم، نقاط تفرقه را دور کنیم، با اونها هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. هیچ تنافی نداره که ما اسلام عزیز را هم ترویج کنیم. این حق ماست، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تبلیغ حق ماست. در قلب کشورهای اروپایی و امریکایی اسلام را هم ترویج میکنیم، مردم را میگیم که اسلام راه نجات است، اما هیچ گونه دشمنی و خصومت هم با کسی نکنیم. امروز این معیارهای دنیاست. قرآن میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر میگه اسلام را که ترویج میکنی دعوت کن. پیامبر یک دعوتگر است، یک حاکم نیست که نعوذ بالله از دیگران برتر و بالاتر بنشینند و در کاخهای برج عاج و با هیمنه و سلطه بخواهد جهان را زیر دست خود بیاره. بر مست مردم، بین مردم با اونها رفتار همگون و همسان داشته. قرآن میگه ای پیامبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت کن بر سوی راه پروردگارت. با چی؟ با حکمت، با دانش و موعظه نیکو. بسیار بسیار موعظه سالم. و جادل هم بلته احسن. اگر با اونها مجادله میکنی، بحث میکنی، منطق میاری، به طریق نیکو با اونها مجادله کن. راه ترویج اسلام اخلاق نیک، منطق پایدار و موعظه هست. شاید این موضوع به یک خب جایگاه جهاد در کجاست؟ جایگاه جهاد در جایی است که طبیعی ترین کار است که هر کشوری، هر دینی که مورد تهاجم قرار بگیره و در خطر قرار بگیره، او از خود دفاع میکنه. جهاد برای شکستن یک قدرت اشغالگری که یک سرزمین اسلام، یک بیضه اسلام را در خطر قرار بدهد، و یا دسیسه های را پشت پرده سازماندهی کند که بخواهد سر مراکز دین در حمله کنن، که پیشگیری کنیم.
در غیر صورت راه تبلیغ اسلام این نیست که شمشیرها را بکشن و به تمام جهان اعلام جنگ بدهند و سر ببرند و انسان قربانی کنند. اینها امروز ما از راه منطق استدلال اینه میگیم که اینهایی که امروز با همه انسانهای دای دشمنی میکنند، نه تنها با غیر مسلمان، که مسلمانها را هم به مشکلات گرفتار کردند که صدها هزار مسلمان را به مسرخ میکشونند و سر میبرند، اینها اسلام نیست، اسلام ساخت دشمنان اسلام است. ما اسلام ما اسلام منطق است، اسلام رحمت است، اسلام انسان دوستی است. ماهیت پیامبر، ماهیت علمی روشنگرانه هست و دعوتگرانه هست. آیه مبارکه دیگر را که می توانیم او را همگانمان حفظ کنیم و دقت کنیم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر را به صورت یک فاتح ترسیم نمیکنه قرآن، به صورت یک جنگاور ترسیم نمیکنه. فرماید که یا ایها النبی، ای پیامبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، ما تو را فرستادیم که شاهد و ناظر باشی بر اعمال بشریت و بشارت دهنده باشی بر رحمت خداوند و به دین خدا و براهای درست انسانی، و نذیرا و خوف دهنده باشی از گمراهی، از ضلالت، از اخلاق فاسد، از راههای نادرست، و داعیا الی الله باذنه، و دعوتگر باشی به سوی خدا به اجازه خداوند، و سراج منیرا و چراغ روشن راه زندگی انسان باشی. اینطور یک آدم منافات داره با اینکه همه انسان ها از دست او و لشکریانش در امن نباشه. پیامبر گرامی اسلام دعوتگر است، شاهد است، بشیر است، نذیر است و رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بناهن امروز رسالت ما مسلمان ها، ما آشورایی ها، ما حسینی ها، حسینی که میگیم ایسته که امروز حسین اشتباه نشه که تنها حسین به شیعیان تعلق داره در جهان یا در افغانستان به شما برادران اهل تشیع یا جامعه هزاره ما. حسین مال همه مسلمان های جهان است و مال همه انسان های آزادی خواه است. حسین پاره تن پیامبر است. هر که به پیامبر عقیده دارد، به حسین عقیده دارد. روایات که ما داریم، روایات سنی و شیعه، همه ایشان درباره حسین یکسانند. از روایاتی که درباره دوستی پیامبر با حسین، احترام حسین نزد پیامبر و قیام عاشورا و روایت درباره حادثه عاشورا، همه ایشان منابعشان یکسان است. پس ما حسینی ها، ما مسلمان ها، همه ایمان باید اول اساس کار ما ایست که اسلام را خوب بشناسیم، اسلام را خوب ترویج کنیم، تبلیغ کنیم و از اعلام دشمنی با تمامی انسان ها خودداری کنیم. ما باید مروج محبت باشیم، مروج دوستی باشیم میان انسان ها. مولانای روم یک شعر داره درباره محبت، متاسفانه که ما رو حفظ ندارم ولی من خواندم در این روزها، که از محبت خارها گل می شود، یک از فقراتشی بود. ما باید بین انسان ها مروج محبت باشیم. اسلام دین محبت است و شناختره که ما از اسلام درست پیدا کردیم، این ما را کمک میکنه برای که هم افغانستان را بسازیم و هم دنیا را بسازیم. در ساختن جهان
و در تبدیل این کره خاکی به یک خانه صلح ما نقش بازی کنیم. مسلمان ها جمع اندکی نیستند که در معادلات جهان نادیده گرفته شود. از قریب 7 میلیارد انسان این کره خاکی، بیش از 1.5 میلیارد انسان مسلمان است. شما فکر بکنید که نزدیک یک چهارم جهان، خب اینها مسلمانند. در یک قریه که یک چهارمش یک جمع باشه، نمیتونه اون قریه نادیده بگیره اون یک چهارم خودش را. اگر قریه 100 خانه باشه، نمیتونه تصمیم ها را 70 نفرش بگیره و 25 خانه را کنار بگذارن. مجبور است اونا را هم طلب کنن و در ساختن اون قریه و خوب و بد اون قریه از اونا نظر بخواهن. امروز مسلمان ها به عنوان یک طرف معادله در تمام محاسبات جهان مطرح است. ما باید این لیاقت را پیدا کنیم که جهانیان به فکر ما، به نظر ما، به کارکرد ما حسن نیت پیدا کنند و در ساختن این جهان ما به عنوان خطر تلقی نباشیم. کره خاکی را ما به یک جهنم سوزان تبدیل نکنیم چنانچه که بعضی ها این کار را می کنند. البته طرف های دیگر هم ما نادیده نمی گیریم زورگوی هایشان را. اونا هم از این زورگوی های خود پایین بیان، ولی مسلمان ها هم باید نمایندگی مسلمان ها را یک جمع منطقی کنند. امروز محورهای مختلفی در جهان اسلام شکل گرفته است که هر کدام میخواهند جلودار اسلام باشند. یک وقتی اگر ما با این تفرق به جلوداری اسلام برویم، جز ناکامی نتیجه نداریم. یک وقتی احزاب افغانستان که جهاد میکردند، ناگهان جهاد پیروز شد و ما با حکومتداری سر خوردیم. هیچ کدام از احزاب یک تفکر جامعی برای اداره حکومت نداشتند. هر کدام میخواستن کلاه حزب خود سر اسلام سر افغانستان بگذارن و با حزب خود اداره کنن. اما وقتی که ما در قضایا با برخوردهایمان به ناکامی مواجه شدیم، امروز در جهان هم همین طور است. محورهای متعددی در جهان اسلام شکل گرفته است و هر کدام میخواد جهان اسلام را رهبری کنه. کشورهای معروف است دیگه، یک محور جمهوری اسلامی ایران است، یک محور پاکستان است، یک محور ترکیه است، یک محور هم عربستان است. بعضی محورهای خرد و ریزه، هر کدام میخوان در جهان اسلام خودشان محور باشه و دنیا به اهداف که اونا مطرح میکنن اعلام همبستگی کنن. ما با احترام به همه این برادران و محورهایی که یاد کردم، که هر کدامشان ادعای خلافت اسلامی و ادعای حاکمیت جهان را دارن، رهبری جهان را دارن، با کمال احترامی که به اینها داریم، دعوت میکنیم به یک تفاهم میان همه محورهای، چه محورهای کلان، چه محورهای خرد و ریزی هم که در جهان اسلام هستن. اینها برنامه هایشان را توحید بکنن و در ترویج اسلام و برخورد با قضاهای جهانی تفاهم داشته باشند. نتیجه عدم تفاهم این محور هاست که امروز ما در سوریه سیل خون جاری است، در عراق هر روز حادثه هست، در لبنان، در مصر، در لیبیا، در تونس، جهان اسلام به یک محل نزاع عمومی انسان ها تبدیل شده است. واقعا خجالت میکشه انسان. یک جا جنگ شیعه با سنی است، یک جا جنگ سنی با سنی است، حنفی با شافعی است، علوی با جای دیگه هست. تا به کی این ننگ را قبول میکنن؟ هر کدام محور خودشان و میخوان همون
در قصه اما اسلام نیستن که از بین میره، فقط به قصه اموست که درس خود پخته کنن، اما برنامه خود پیش ببرن. میگه یک کسی ملای را طلب کرده بوده سر محتضر، همه کسی که میمیره و پایش طرف قبله است، و ملا را گفته بیا ملا صاحب سر ازی یاسین بخوان. یاسین شریف خوانده رایی بوده و این مردکه فوت شده. باز بستگانش آمده گفته ملا صاحب بالا دیگه یاسین بس که بخیر ما سرشته دفن جنازه را بگیریم کار بکنیم. گفت ما در قصه دو نیست، ما یاسین خود تیز میکنم. که مرا حفظ کرده بوده زیاد میخوانده که یاسینش تیز شد. عالمی که اسلام به عنوان یک محتضر روی دست افتاده هست، 1.5 میلیارد مسلمان به جان همدیگر افتادن، همه جا آرامی است، همه جا ترقی است، همه جا پیشرفت است، برنامه هست، در بین مسلمان ها جنگ است. هر کدام از محورها هم برنامه خود دارند. یک بار به همدیگر بنشینن، این مشکلات را از جهان اسلام رفع کنند. ما در افغانستان هم قربانی همین تعامل‌های ناسالم جهانی و منطقه‌ای هستیم. هر کدام در اینجا برنامه خود می‌خواهند پیاده کنند. ما هوشیار باشیم که در سطح جهان ملل مسلمان با همدیگر تفاهم داشته باشند، به ارزش‌هایی را که اسلام مطرح کرده احترام بگذارند. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا، هر کی یک مسلمان را ناحق بکشه جزای او جهنمی همیشگی است. ای که صدها هزار مسلمان را میکشن با پولشان، با سرمایهشان، با برنامهشان، جای همه حاکم ها کجا خواهد بود؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر که یک انسانی را بدون که در بدل قصاص باشه، بدون این که در حق برای خود داشته باشه او را بکشه، مثل که تمام انسانیت را کشتن. کشتن خطنامی نیست که یک آدم تفنگ بگیره کسی را بکشه یا کارده بگیره بکشه. وقتی برنامه کشته را ریخت، وقتی برنامه تباهی را ریخت، هم جز زمین پرگرام است. بنابراین مسلمان ها در جهان باید برنامه خود یکی بکنن، تفاهم بکنن، محورهای محترم را که به همهشون احترام میکنیم، اونها هم محورهای خودشون را توحید کنن. در سطح افغانستان هم بیاییم، ما افغانستانی ها هم هوشیار شیم. ما همه فرزند یک آب و خاک هستیم، یک دین داریم، یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میخوانیم، یک قرآن و یک کتاب، یک قبله، ولو زبان مختلف باشه، ولو مذاهب ما متفاوت باشه، ولی همه شاخه های یک درخت تنومند اسلامی. گرچه مذهب مختلف شد، هیچ کس بیگانه نیست. با باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگری است. تفاوت زبان، تفاوت قوم، تفاوت مذهب مثل گلهای رنگارنگ در یک این بستان افغانستان رویده است. همه را احترام بگذاریم، به باورهای همدیگر احترام بگذاریم، به عقاید همدیگر احترام بگذاریم، به زبان و قومیت و همه چیز همدیگر احترام کنیم و بیاییم افغانستان را بسازیم. دور تسلسل باطل جنگ، دور تسلسل باطل کشتار، یکی یکی دیگر حذف کردن و نفی کردن ما را به جایی نمی رسانند. اونهایی که باور دارند که از این راه به جایی برسند، به اشتباه کار خود پی ببرند. ما 5-6 ماه دیگر انتخابات داریم. معتقدیم که هر افغانی که در این آب و خاک زاده شده و در اینجا تبعیت داره، چه مخالف، چه موافق، چه اونایی که تا هنوز در جنگن و دست از جنگ بکشن، بیاین این پروسی عظیم ملی را بارور کنن، مشارکت کنن و ببرن انتخابات را. هر کسی کاندیدای مورد نظر خود انتخاب کنن، از همه جناح ها و همه قومیت ها هست در اینجا. و ما مهم ایست که معیارهای من را انسانی کنیم.
ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام بر ما درس آزادگی داد، درس عدالت خواهی داد، درس اصلاح طلبی داد. حکومت یزید به عنوان حکومت مستبد موروثی ضد ارزش‌های دینی مطرح شد. امام حسین علیه الصلاه و السلام که می‌دانست یزید فاقد شرایط لازم برای یک حکومت اسلامی است و بر از خلاف معیارهای اسلامی بر اریکه قدرت دست زده است، حرکت کرد برای نجات اسلام از این سنت و بدعتی که یزید بر پای گذاشت، قیام کرد و با قیامش قربانی داد و نهضت عاشورا را به عنوان یک نهضت اصلاح طلبی برای ما به جهان گذاشت. و ما هم معتقد هستیم هر که فرزند از آب و خاک است، حق داره در این افغانستان سیاست کند، در اینجا اقتصاد به دستش باشه، در اینجا از طریق معقولش رقابت کند. ما انتخابات پیش رو داریم مطابق معیارها. امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند و ملت مسلمان افغانستان همه ایشان در یک پروسه کلان ملی افغانستان را به ثبات برسند. راه ثبات افغانستان همین است که ما زور به کار نبریم. رأی از آن ملت است. ملت افغانستان بیایند و با آرای آزاد خود حاکمشان را انتخاب کنند. برای ما حسین علیه السلام دستور داده است و راه را گشوده است که بیعت با زور به جایی نمی رسد. بیعت با زور راه و رسم یزید است. راه و رسم حسین آزادی انسان ها و آزادی حق و آزادی انتخابشان است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام سرمشق همه انسان هاست، سرمشق خصوصا مسلمان ها. ما تمام مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، همه ما پیرو رسول الله و اهل بیت طاهرینش و اصحاب کبارش هستیم. حسین به عنوان اهل بیت پیامبر محل اعتماد و محل محبت تمام مسلمان هاست. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است. این حدیثی است که در صحاح سته نقل شده است. من مات علی بغض آل محمد مات کافر. هر کی بر دشمنی آل پیامبر بمیرد کافر مرده است. پس ما همه مسلمان ها یک عقیده داریم و حسین فخر و سرمشق زندگی برای همه ما است. یزید که دستش به خون فرزند پیامبر آلوده هست، قلب همه مسلمان ها را داغدار کرده است و تا دامن قیامت این داغ فراموش نمی شود. ان لقتل الحسین فی قلوب المسلمین حرارتا لا تبرد ابدا. در کشته شدن حسین در دل های مسلمان ها داغی است که تا قیامت این داغ سرد نمی شود و همچنان زنده می ماند. و این داغ حسین مایه بیداری ماست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. سوگواری شما بر ابا عبدالله الحسین در حقیقت پیروی از پیامبر است. حسین علیه السلام را پیامبر برش گریه کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما باید پیرو حسن، راه حسنه پیامبر و سنت حسنه پیامبر باشید. پیامبر بر حسین گریست، علی بر حسین گریست و شما هم امروز جمع شدین. در حقیقت اون صدای مظلومانه حسین را که در میان دو دنگه میدان کربلا استاده شد و برای اتمام حجت برای لشکریان گفت، مگر شما مرا نمی شناسید که پیامبر گفت حسین منی و انا من حسین؟
شما نمیدانید پیامبر گفت حسین از من است و من حسینم؟ هل من ناصر ینصرونی؟ در میان شما لشکر بی غیرت کسی هست که مرا یاری کند؟ فقط تنها حر بود که سرداری لشکر را رها کرد و آمد به دامن حسین. وقتی که صدای حسین بلند شد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ آیا کسی است که از حریم رسول خدا دفاع کند؟ راوی میگوید دیدم که حر بدنش میلرزد. گفتم ای حر، من تو را شجاع‌ترین فرد کوفه و شام میدانستم، تو را مردم با هزار سوار برابر میدانست، چطور است بدنت میلرزد؟ مگر از حسین ترسیدی؟ از 72 نفر در مقابل 32,000 یا 80,000 روایت جنگ فکر کردم شاید یک راه حل پیدا شود، اما این ظالمان جمع شدن 30,000 لشکر، میخواهند فرزند پیامبرشان را مثل گرگان پاره پاره کنند. من خود را بین بهشت و جهنم مخیر دیدم که میلرزم، بین انتخاب رسول خدا و دشمنان رسول خدا. هر غلامش را گفت، گاردش را گفت که بیاین که اسبم تشنه است، میخوام آب بدهم. به یک بهانه خود از میان لشکر کشید، از یک راه آمد پشت سر خیمگاه حسین، صدا زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای خاندان پیامبر، حرم، حر روسیا هم، کسی که راه را بر شما بستم و نگذاشتم وارد کوفه شوید، الان پشیمانم، استغفار میکنم، توبه میکنم، آیا راه بازگشتی هست؟ حسین با خبر شد حر آمده، توبه کار آمده، صدا زد حر والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله، کسی که گناه کرد، کار بد کرد، خدا را استغفار کرد، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا بخشنده است. هر میگه که موزه های خود پر از خاک بیابان کرده، به گردن خود آویخته، سرش برهنه آمد، وارد خیمگاه حسین شد. حسین او را بخشید و گفت تو در اردوی ما هستی، از این جهت است که امروز قبر هر در جایی است که اگر حسین را یک بار زیارت کنی، هر را دو بار زیارت میکنی، خدا به کربلا برسانتان را و بری از ایمان هر درس بگیری، از رای هر و از کردار هر درس بگیری. وقتی که حسین را شادمان کرد، گفتی ابن رسول الله، من دلهای زیادی را شکستم در اهل بیت شما، دلهای دختر کبرا، دختر بزرگ علی زینب را شکستم، میخواهم از اونا هم پوزش بخواهم. آمد به خیمگاه زینب، صدا زد سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، ای دختر رسول خدا، ای دختر علی شیر خدا، آمدم که شما معذرت بخواهم. آمد و زینب هم او را نوازش کرد و در اردوی حسین. در حقیقت اون صدایی را که هر لبیک گفت، امروز شما لبیک میگید. امروز میلیون ها مسلمان در جهان می آیند، صدا می زنند السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای ابا عبدالله، ای فرزند رسول خدا، و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر ارواح و
بلند پروازانی که در راه تو شهید شدن و اناخت برحلی، کسانی که در کاروان تو رفتن، سلام بر اونها. علیک من السلام ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. سلام بر تو حسین جان، مادامی که ما هستیم، مادامی که روزگار هست، مادامی که جهان هست، امروز این فریاد شما هست. در حقیقت شما به صدای حسین لبیک میگین و به راه پیامبر میرین. پیامبر و علی گریه کرد بر حسین. راوی میگه در جنگ صفین همراه علی از کنار فرات میرفتیم تا به نینوا رسیدیم. در نینوا که رسیدیم یک مرتبه دیدیم که حال علی منقلب شد، اشکایش جاری شد، سه مرتبه صدا زد صبرن یا ابا عبدالله، صبر میکنم ای ابا عبدالله. پرسیدم علی این ابا عبدالله کیست که تو بر مصیبت او صبر میکنی؟ فرمود این ابا عبدالله فرزند حسین است که روزی در همین صحرا به شهادت میرسه. پیامبر خدا هم بر روایت ام سلمه هم بر روایت ام المؤمنین عایشه بر حسین گریه کرد. میگه روزی من این روایت را نقل میکنم به خاطر این که از زبان من هم بماند و همه وجدان های مسلمانان شیعه و سنی بداند که خاندان پیامبر حسین مال همگی است، همگی یکسان است به او شیعه و سنی. ام المؤمنین عایشه میگه که پیامبر آمد به خانه، گفت امروز حال ما خوب نیست، ما کسی را ملاقات نمیپذیرم و کسی را به خانه من راه ندی. من دهان دروازه بودم، کسانی آمدن گفتم رسول خدا حالش خوب نیست، کسی را نمیبیند. تا اینکه حسین آمد، حسین طفل خردسال و محبوب پیامبر، گفتم نوری دیده جدت حالش خوب نیست، وارد خانه نشو، خود طفل است دیگه. دوید و خود از زیر دستانم فرار کرد و رفت وارد خانه شد. ناراحت شدم که رسول خدا از من ناراحت میشه، شاید که اذیت شود. چند لحظات بعد رفتم دیدم که رسول خدا حسین در روی زانویش گذاشته، زیر گلویش را مرتب میبوسه، گریه میکنه. اون قدر گریه کرده که محاسن مبارکش از آب دیدهش تر شده. گفتم خیر است یا رسول الله، چه خبر است، چرا گریه میکنی؟ گفتم یا الله جبرئیل نازل شد، خبر شهادت حسین را، محل شهادت حسین را و زمان شهادتش را برای من اعلام کرد. پس این گریه های شما در تبعیت از راه و رسم رسول خداست. خداوند شما را اجر دهد. اجر شما با خدا، با حسین، با جد حسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.